درود بر بینندگان عزیز شبکه تلویزیون ITC فارسی زبانان سرتاسر این کره خاکی. خشایار هستم با یه برنامه دیگه فوتبال تو از تورنتو در خدمتتون. قبل از همه چیز میخواستم سال نو رو خدمت همتون تبریک بگم، سالی پر از سلامتی، آرامش و جیب پرپول براتون آرزو میکنم. یه نکته قبل اینکه برنامه رو شروع کنیم بهتون بگم، ما چون هفته یک بار برنامه داریم و در هفته گذشته به خاطر عید و مسابقه تیم ملی برابر ترکمنستان، ما هر سه روز یه بار، چهار روز یه بار لیگ ما فوتبالش رو برگزار کرد و ما هفته بیستم لیگ رو از دست دادیم. ولی من میخوام یک بررسی مختصر به نتایج هفته بیستم بکنم. اگر که من نتایج هفته بیستم رو روی تصویر داشته باشم از همکارانم، بازی اول بازی هستش که بین پیکان و ملوان بوده. پیکان دومین پیروزیشو با غلامرضا عنایتی متوالی بوده، دو تا پیروزی پشت سر هم داشته. استقلال خوزستان شاهکار کرد و در خونه زوباهن 2-0 این تیمو برد. گلگوهر همچنان روی نوار نتایج خوب هستش، یا میبره یا مساوی میکنه. تراکتور حالا تراکتور شده و بازیاش داره پشت سر هم میبره، همون چیزی که هواداران تراکتوری ازش میخوان. مثل رفسنجان بی‌نظیر داره با نوید کیا نتیجه میگیره و آلومینیوم رو تو خونه خودش برد. و اما نساجی بعد از مدت‌ها طعم پیروزی رو چشید و اولین بردش رو با ساکت الهامی به دست آورد. سپاهان بعد از 5 بازی که پشت سر هم در لیگ باخت، اولین پیروزی خودش رو در خونه فولاد به دست آورد و روزای خوبش رو میخواد شروع کنه سپاهان. اما حوصله برترین و سردترین بازی فصل، بازی استقلال و پرسپولیس، دربی تهران، که خیلی بازی خوبی از آب در نیامد، چنگی به دل نمیزد و برنده اصلی این بازی کسی نیست جز جواد نکونا. ببینید، اگر که ما بخوایم که مهره های استقلال و پرسپولیس رو با همدیگه مقایسه کنیم، خب پرسپولیس به مراتب نفرات بهتری رو داره و ولی خب استقلال با 3 امتیاز بیشتر صدر جدول بود. از همون اول بازی رو تدافعی چید و به غیر از 15 دقیقه اول بازی که 4 تا شوت به سمت دروازه پرسپولیس داشت، در 75 دقیقه باقی مونده 2 شوت به سمت دروازه پرسپولیس، که اون 2 تا شوت هم تو چارچوب نبود و بازی با نتیجه 0-0 تموم شد. اما هفته 21 فوتبال ما انجام شد، تیما با رقباشون بازی کردن و اولین بازی، بازی آلومینیوم عراق و نساجی هستش. بریم بازی رو با هم دیگه ببینیم. من در خدمتتون هستم. خود جان کن ارسال فرصت برای آلومینیوم، گل! یه گل عالی، فوق‌العاده بود. یکی جلو افتادن عراقی‌ها، بازم در مقابل نساجی جلو میافتن و ورزشگاه منفجر شد. چه کسی گل زد؟ جری امیر نوری رو داریم مشاهده میکنی. چه کسی گل زد؟ چه گلی هم زدن؟ یه گل زیرتاقی، دروازه علیرضا رضایی باز شد. احساس مصونیت هم داره، به نظر میسه که نوری گل زده. با قرعه‌ای که نصیب آلومینیوم شد در جام حذفی و خوردن به پرسپولیس، به نظر میسه که روی نوری رفت بالا. من تصویرم قطع شد، نفهمیدم گلو کی زد. مانیتور من قطع شد، بره مانیتور منو وصل کنه. بازم یه سوپر گل زد امیر نوری، خیلی خوب زد ضربه شد. با قرعه‌ای که امروز آلومینیوم در جام حذفی دوباره به پرسپولیس خورد، به نظر میسه که امیر نوری هم رویش بالا رفته. تصویر رو از سر رو دارید مشاهده میکنید شما بینندگان عزیز. خب همونجوری که دید آلومینیوم عراق که 1-0 نساجی رو برد
و نساجی که با خیلی با روحیه خیلی زیادی توی این بازی اومده بودن نتونستن نتیجه لازم رو بگیرن. تو این فصل سه بار آلومینیوم و نساجی با هم بازی کردن، دوتا تو لیگ، یکی تو حذفی، و هر ستاشو آلومینیوم عراق برنده شده. اما بازی بعدی بازی پرسپولیس و پیکان هستش که در ورزشگاه آزادی انجام شد. بریم بازی رو ببینیم، من در خدمتتون هستم. به نام خدا، سلام، عصرتون بخیر به تماشای تقابل پرسپولیس و پیکان از هفته 21 رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس خوش آمدید. و توپو بفرسته روی دروازه پیکانی‌ها، تجمع بازیکن‌های دو تیم، ارسالی که حالا انجام شد، فرصت برای پرسپولیس، توپو موقتا مشت می‌کنه محمد ناصری. اینجا هم خروج ناصری به این شکل توپو مشت کرد. ترابی یه پاس تماشایی، استون اورونوف توپو میتونه بردار و حرکت کنه، تکنیک لازم رو داره، خود اورونوف همچنان صاحب توپ میتونه ارسال رو انجام بده. توپی که ایسال کثیر از دست داد. فرصت همچنان برای پرسپولیسیا هست. دانیال اسماعیلی فر ارسال بلند به داخل محبت تیجر به این سر به سر از ایسال کثیر و توپی که اورونوف ایسال کثیر تغییر مسیر میده به سمت راست، مهدی ترابی ارسال از همونجا انجام میده، تو به محمد ناصری میرسه. مهدی ترابی مسئول داری که اونجا اضافه میشه، یه برخورد، پنالتی، پنالتی برای پرسپولیس. از این اتفاق خوشحال هستن، ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاد. تو این برخورد خطا از فلاح گرفته شد. سوت داور کنعانی زادگان موفق خواهد بود یا محمد ناصری موفق تر میتونه توپ رو مهار کنه. کنعانی زادگان حرکت میکنه، پنالتیشو میزنه، گل اول برای پرسپولیس به ثمر میرسه. پرسپولیس 1 پیکان 0 و این هم رژه شادی سرخپوشان در ورزشگاه آزادی در برابر دیدگان هواداراشون. و در ادامه پنالتی رو کنعانی زادگان به این شکل به گل تبدیل کرد. اگرم توپو گرفته بود ناصری پنالتی تکرار میشد، چون از خط فاصله گرفته بود، پاش رو خط نبود. محمد ناصری به این شکل به پاس بلند آل کثیر به دنبال توپ، درگیره با محمد ستاری، خود آل کثیر میتونه بچرخه و شوت بزنه. عیسی آل کثیر اینجور ضربات رو خوب میزنه. عیسی آل کثیر، علی اکبر رنجبر ارسال رو انجام میده، بازیکن پرسپولیس توپ به دست مدافع برخورد میکنه، کوپال ناظمی بازی رو دنبال میکنه. صحنه مشخص خواهد بود، نه نمیتونست پنالتی باشه. مهدی ترابی ارسال بلندی، ضربه سر، محمد حسین کنعانی زادگان کارو 2-0 میکنه. روی خط آتش کوک کوک محمد حسین کنعانی زادگان داره بازی میکنه. اینجا بود که اورونوف صاحب توپ شد، یه لحظه توپشو برگردوندن. ترابی ارسالش خیلی خوب بود و خیلی خوب ضربه سر رو زد محمد حسین کنعانی زادگان. پرسپولیس 2-3 پیکان رو با دو گل کنعانی زادگان شکست داده. سامان نریمان جهان ارسالی که انجام داد، این ضربه سر، فرصت برای پیکانی ها، واکنش خیره کننده از علیرضا بیرانوند. تونست دروازه‌اش رو بسته نگه داره. از این حیث بین تمامی دروازه‌بان پرسپولیس پیشتاز هست و حالا فقط مهدی رحمتی رو در مقابلش میبینه. سعید صادقی 4-3 هستن پرسپولیس یا پرتعداد فرصت دارن بازیکنای پرسپولیس. این سال کثیر نمیتونه دروازه رو باز کنه. شب نه چندان خوبش رو تکمیل کرد با این ضربه ای که به سمت دروازه زد، پاس آل کثیر، اورونوف توپ نمیرسه، به تو بزنه اورونوف، آل کثیر 1-2، گل سوم استون اورونوف دروازه رو باز میکنه، اما پرچم کمک داور بالا رفته. زهدار و خطرناک نشون میده، خیلی خوب بود حرکتی که انجام داد، اومد به مرکز 1-2 با عیسی آل کثیر. این ضربه‌ای که به توپ زد، نه توپ به بیرون رفته، من فکر کنم آفساید کمک داور اعلام کرده توپ بیرون رفته. یه لحظه اشتباه میکنه ستاری، وحید امیری پا به توپ حرکت میکنه داخل محوطه جریمه، پاس رو به جلوی وحید امیری به ناصری میرسه. عبدالکریم حسن با قدرت بدنی بالا داره پا به توپ حرکت میکنه، همچنان صاحب توپ سینا اسد بیگی، ضربه ای که میزنه با دروازه خیلی فاصله داره.
فرصت داره محمد خدابندلو، سینا اسدبگی گارد شوت میگیره و شوت میزنه، توپو برمیگردونه ناصری. خوب بود ضربه که به سمت دروازه پیکانی ها زد. سینا اسدبگی پا به توپ حرکت میکنه، این سال کثیر بین مدافعین حرکت میکنه، عبدالکریم حسن از سمت چپ، خود عبدالکریم حسن، دو بازیکن از پیکان تکل میزنن، توپ به کورنر رفته. یه پاس برای دانیال اسماعیلی فرد، تک به تک با محمد ناصری که موفق دروازه‌بان پیکان. ارسال بلند سینا اسدبگی، این ضربه سر، میخواست خودشو سه گله بکنه محمد حسین کنعانی زادگان تو این مسابقه. داری مجدد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم، خدا یار و نگهدارتون. کمتر کسی فکر میکرد که تیم عثمان ویرا این همه خوب بازی کنه. واقعا پرسپولیس هجومی بازی میکنه، یعنی نمیشه از حق گذشت، واقعا جانشین خوبی بوده برای یحیی گل محمدی. پرسپولیس در 4 تا بازی آخرش به غیر از بازی با استقلال امید گل بالای 4 داشته، یعنی یک آمار عجیب غریب. تو این بازی 21 شوت به سمت دروازه پیکان داشته و 6 تاش تو چارچوب بوده. کنعانی زادگان در اوج داره بازی میکنه، در بهترین فرم خودش هستش، در بهترین نسخه خودش هستش، در دفاع عالی و گلزن. و ایصال کثیر، فورواردی که جز فورواردهای مورد علاقه خود منه، تو این بازی اصلاً خوب ظاهر نشد. پیکان تو این بازی میخواست با یه کپی برداری از بازی استقلال جلوی پرسپولیس بازی رو مدیریت کنه، ولی زورش نرسید، یعنی قدرت استقلال رو نداشت که اونجوری جلوی پرسپولیس بخواد بازی کنه. به نظر من پرسپولیس الان زیباترین فوتبال ایران رو داره ارائه میده، تو بین تیمای باشگاهی از همه قشنگتر داره فوتبال بازی میکنه. باید ببینیم که ادامه فصل چجوری میشه. این فصل ما مخصوصا از اینجای لیگ به بعد خیلی جذابه، به خاطر اینکه ما 4 تا تیم داریم که مدعی قهرمانی هم تو کورسن و هر کدومشو میتونیم ما بگیم که قهرمانن. حالا بازی های دیگر رو میریم میبینیم جلوتر، من خدمتتون عرض میکنم. اما بازی بعدی بازی مثل رفسنجان و زوبان هستش، بریم این بازی رو ببینیم. من در خدمتتون هستم. مهداد رضایی، منتظر محمد، یه لحظه اونجا اثر میذاره. شایان مصلح توپو میفرسته برای محمدی، اگه به توپ برسه که میرسه، فرصت برای زوبان، میتونه دروازه رو باز کنه و این اتفاق میفته. گل برای زوبان اصفهان. به سرعت برق و باد زوبیها با فریبرز گرامی به گل میرسن. عرض کردم پرتاب های قریشی خطرناک میتونه باشه و حالا تماشاگران رفسنجانی که مات و مبهوت این صحنه رو میبینن. بازی مطمئنن از این زیباتر خواهد شد. این توپی که فرستادن دفع ناقص علی عدنان و فرصت طلبی فریبرز گرامی، به این شکل کاری از مدافعین و دروازه‌بان تیم مس هم بر نمیاد. رامتین سلیمانزاده توپ اول رو میزنه، توپ به محمد حسین اسلامی رسید، درگیر اونجا با نجات مهدی، خوب کار میکنه. حالا رضایی، یه بار دیگه فرصت، یه اشتباه و گل. گل، گل دوم زوباهن در عین ناباوری به ثمر میرسه. رامتین سلیمانزاده زننده گل دوم زوباهن، گل به خودی مسیحا، کار رو دشوار میکنه برای مثل رفسنجان. توپی که به این شکل دفع کرد خود رامتین، یه دفع ناقص، یه کنترل و درگیری نجات مهدی، در نهایت خیلی کم شانسی آوردن مسیحا و دروازه به این شکل باز شد. حالا ببینیم محرم نویدکیا چه طرح و برنامه‌ای می‌ریزه برای ادامه یه کار.
خود عدنان اکبری حالا برای محبی از چپ، او وارد محوطه جریمه میشه، توپش رو میفرسته، منتظر محمد، توپش نمیرسه، بلافاصله فرشید باقری، حالا از راه دور علی محمدی و گل! چه گلی زد! گل برای مس رفسنجان، جلال الدین علی محمدیه که به زیبایی هرچه تمامتر توپو میفرسته به کنج دروازه محسن فروزان. نقش فرشید باقری عالی کار کرد. از کجا زد این علی محمدی، امون نداد، توپه که رسید زد و رفت چسبید به تور. حالا باقری در میانه میدان، فرصت برای مس، محبی به تو میزنه، میتونه دروازه رو باز کنه و گل گل گل. مس رفسنجان بازی رو به تساوی میکشونه، افتاده و احساس ناراحتی میکنه. اینجا ببینید، این شهبازاده بود، اینجا محبی به تو زد، به این شکل ضربش رو عالی زد و دروازه رو باز کرد. باز هم محبی، باز هم گل برای مس رفسنجان. از نماهای مختلف ببینید این گل رو. عجب گلی زد علی محمد، عجب گلی زد. به نظر من زیباترین گل هفته بودش. زوما هم با اینکه تو 15 دقیقه ابتدایی 2-0 از مس رفسنجان جلو افتاد، ولی در نهایت بازی با نتیجه 2-2 به اتمام رسید و نتونست از دوتا گلش محافظت کنه. این دو تیم جز مس داره با محرم نویدکیا عالی نتیجه میگیره، واقعا عالی نتیجه میگیره و تو نیم فصل دوم متحول شده این تیم. ولی این دوتا تیم جز همون تیمایی هستن که تو میانه های جدول، حالا مس یه ذره بالاتر، ردای هفتم هشتم و اینا رو میتونه داشته باشه. اما بازی بعدی بازی سپاهان و گلگهر. سپاهان بازی هفته قبلش رو برده بوده، بعد از 5 بازی همونجوری که خدمتتون عرض کردم یه بازیشو برد. من هنوز سپاهان رو شانس اول قهرمانی میدونم، حالا عرض میکنم خدمتتون اگر که بتونه یه سری کارا رو انجام بده. بریم بازی سپاهان و گلگهر رو ببینیم، من در خدمتتون هستم. محمد رضا اخباری در درون دروازه است. از این لحظه به بعد بازی آغاز شد. سید ابوالفضل رزاق‌پور، بهنام برزای، علی اصغر آشوری، مهدی ممیزاده، مسیح زاهدی، سعید سحرخیزان، روبرتو تورس، سامان فلا، احمد زندرو، خیلی از اونها روزه بودن و خیلی از تماشاگران هم با شرایط روزه و بازگشایی افطار پای به زمین مسابقه گذاشتن. یک شلیک سنگی در همین ابتدای مسابقه میرفت که دروازه تیم گلگوهر رو تهدید بکنه. حرکت تورس، حالا گلگوهری ها میبرم به اون سمت زمین، پرتداد هم جلو کشیدن روی این صحنه، ببینیم چه کار خواهند کرد. بهنام برزای هم اونجا هست، میفرستن روی دروازه، خیلی خطرناکه، توپ رو میفرستن روی دروازه در تیر یک. این هم موقعیت جدی تیم گلگوهر که به بیرون میره و حمله تیم سپاهان رو خیلی زود اونها برزای در خط دفاعی اونجا یکم خطرناک موقعیت پخشاده. احمدزاده حالا میتونن بزنه گل اول و گل 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 اول برای سپاهان خیلی زود به ثمر میرسه. این بار اونا هستن که خط دفاعی گلگهر رو واداره به اشتباه میکنن. یه بغل پای فنی، دروازه باز شد، 1-0. نورافکن کنار رفت، رامین رضاییان میفرسته روی دروازه، خود زکیپور میتونه پاس بده و حرکت بکنه. حالا امید نورافکن، خود نورافکن جا برای سر بزنی میزنه و توپو میگیره به خوبی. موقعیت هست، ضربه رو میزنه، این بار میخوره به دیواره دفاعی گلگهریان. رامین رضاییان با گامای بلند قصد عبور داره، عبورم میکنه، حالا میفرسته روی دروازه، همچنان موقعیت. شکاری پاس به عقب، موقعیت همچنان برای میلاد زکیپور. سپاهان با توپ پر شروع کرده، نورافکن، دوباره زکیپور، جلو کشیدن سپاهانیان در خط دفاعی میخوان کمک بدن. دروازه خیلی خطرناکه، از همه عبور کرد در
بعد از تیر دو و چیزی نمانده بود که روی دروازه موقعیت خطرناک بود و توپی که به بیرون رفت. میانه زمین یه پاس به جلو خیلی خطرناکه، موقعیت که فرصت نصیبه تیم گلگوهر داره میشه، بازم اشتباهات فردی. یه بار دیگه موقعیت دور میکرد که نکردن. اینجا دیگه استوب نداشت، باید سری توپو دور میکردن. سه چهار بازیکنم بودن، فضای پشت سر رامین رضاییان هم خالیه. حالا میندازن دانشگر، اونجا به خوبی جایگیری کرد. یه کارت زرد دیگه، اوه بازم کارت قرمز شروع شد داستان اخراجی های سپاهان و حالا فرشاد احمدزاده. با دست توپو گرفت، چقدر ساده، چقدر مبتدیانه، چقدر آماتور. نورافکن باید بده سری تر پاسش رو. موقعیت و ضربه، حالا زده میشه و گل دوم رو هم سپاهان ده نفره میزنه تا تیر خلاص رو کاوه رضایی شلیک کرده باشه. تو بازی کنه زردوش رسیدن، ابتدا میخواست بده چپ، خود ایزد خورد به پای دفاع حریف و دروازه خالی رو کاوه خیلی خوب با یه بغل پا باز کرد. از این نما هم میبینیم عجی داد خودش بزنه یه کورنر بگیره، وقت بازی هدر بره، اما در ریباند کاوه رضایی توپ رو فرستاد همون جایی که باید میفرستاد. ببین به این شکل دروازه اخباری و گلگوهر که باز شد، رفت به همون جایی که دیگه خیال هواداره سپاهان رو راحت کرد، چون دیگه گلگوهر کاری از دستش تو یک دقیقه پایانی بر نمیاد. تبدیل به گلش کرد، سوت پایان این مسابقه. سپاهان برگشت به لیگ، الان لیگ جذاب شد واقعا. این چند بازی که سپاهان، من طرفدار سپاهان نیستم، یه موقعی سوء تفاهم نشه، ولی واقعا نیاز داره، برای اینکه فوتبال ما از دو قطبی در بیاد همیشه نیاز داره به تیمایی که دیگه یکی که در کنار استقلال پرسپولیس تو کورس باشن، مثل این فصل سپاهان، مثل این فصل تراکتور. و سپاهان برگشت، دومین برد پیوپیش رو داشت، ولی سپاهان یه مشکلی داره و اونم اینه که سپاهان در 10 بازی آخرش 8 اخراجی داده. یعنی این عادی نیست، اگه یه اخراجی، دو اخراجی، سه تا، اوکی میتونه آدم قبول کنه، ولی 8 یعنی مشکل یه جایی هستش. فرشاد احمدزاده بازیکن بی تجربه ای نیستش، سپاهان داره بازی میکنه، سالیان سال پرسپولیس بازی کرده. خب موقعی که میاد این هند بچگانه رو انجام که اصلا لزومی نداشته، یعنی این بازیکن روش فشاره، موقعی که این اخراج ها هی تکرار میشه، یعنی اینکه فشار روی این تیم زیاده و مورایس نتونسته این مسئله رو کنترل کنه. سپاهان اگر که بخواد قهرمان بشه همه چیز رو داره الا این مسائل روحی روانیه که روی تیم هستش. یه آمار جالبی هم هستش که رضا شکاری در این فصل هر شوتی به سمت چارچوب زده، اگر تو چارچوب بوده گل شده، یعنی 6 تا گلی که زده، 5 تا گلی که زده، 5 تا شوت به سمت چارچوب داشته که هر 5 تاش گل شده و آمار جالبی هستش. اما بازی بعدی بازی ملوان و صنعت نفت آبادان، یک دوئل شمال جنوب دیگه. ملوان که حال روز خوبی داره، ولی از اون ور صنعت نفت آبادان تیم قرنشین جدول هستش و اصلاً حال و اوضاع خوبی نداره. بریم ما با هم بازی رو ببینیم و من در خدمتتون هستم. پاس تو درش، همکاریش با مجید ایدی، همچنان ایدی صاحب تو، موقعیت خوب، محمد سلیمانی میچرخه ضربه رو میزنه و گلی که به ثمر میرسه. حساب کار 1-0 میشه. ملوان 1، صنعت نفت آبادان 0.
چه حرکت خوبی رو انجام دادن. یه جبه فوق‌العاده در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران که شاهدش هستیم. یه شب فوق‌العاده برای هواداران ملوان. حالا طرفدارای ملوان روحوان و غرق در شادی‌ان. ورزشگاه منفجر شد. صحنه‌اش رو ببینیم. حرکت خوب ایدی محمدرضا سلیمانی چرخید و ضربش رو زد و کاری از دستای پیام پارسا ساخته نبود تا خوشحالی ملوانی ها رو شاهد باشیم. آسمون انزلی به رنگ سفید در میاد و ببینیم هنرنمایی محمد رضا سلیمانی رو. جبه فوق‌العاده تو ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران. بله، ملوان داره بهترین سال خودش رو توی لیگ برتر تجربه میکنه، نتایج خیلی خیلی خوبی میگیره، اما صنعت نفت آبادان، این تیم پرطرفدار و قدیمی فوتبال ما، اصلا اوضاع خوبی نداره و تیم آخر جدوله. سهراب بختیارزاده در پایان این بازی از سمت خودش برکنار شد. سهرابی که در نیم فصل دوم به این تیم اضافه شده بود، از 6 تا بازی که انجام داد 4 تا باخت و 2 تا تساوی داشتش. به نظر من اگر میخواستن کاری بکنن الان باید انجام میدادن، یعنی اگر میخواستن شوکی به تیم وارد کنن تایمش الان بودش و این کار رو انجام دادن. و فراز کمالوند مربی که در سالهای گذشته سرمربی همین صنعت نفت آبادان بوده، سرمربی این تیم شد و امیدوارم که این لیگ به نظر من باید تیمای قدیمی، تیمای پرطرفدار رو داشته باشه تا این لیگ جذاب بشه. لیگی که توش صنعت نفت نباشه، ملوان نباشه، خیلی لیگ نه اینکه لیگ بدیه، ولی خب تیمای قدیمی ما مثل سن میدونیم که مردم آبادان واقعا یک حساسیت خیلی روی این تیم صنعت نفت آبادان دارن، ولی خب این تیم اصلا نه وضع مالی خوبی داره، نه شرایط مدیریتی خوبی داره و نه حال و اوضاع خوبی توی جدول داره. واقعا من از ته دلم میخواد که صنعت نفت توی لیگ بمونه. اما بازی بعدی، بازی شمس‌آذر و تراکتوره. تراکتور داره روزای خوب خودشو تجربه میکنه و بریم با هم دیگه این بازی رو ببینیم و بعد اون من در خدمتتون هستم. صفاهادی اونجا ضربه سر زد و آوانتاژ به موقع از آقای مسئولیان، موقعیت هست برای تراکتور. رحمان جعفری از سمت راست خطیبی که میره و حالا توپ درون دروازه قرار میگیره، توپ درون دروازه شمس‌آذر قرار میگیره تا اولین گل این دیدار به نام سید مهدی حسینی ثبت بشه. تراکتور موفق شد دروازه شمس‌آذر رو باز کنه. ببینید این پاس زیبای رحمان جعفری رو با پای راست موفق شد دروازه شمس‌آذر رو باز کنه. قطعاً بازی زیبا و جذاب تر دنبال خواهد شد. دو بازیکن شمس‌آذر رو پیش روی خودش داره، هاشم نژاد کماکان صاحب توپ. پس هاشم نژاد درون محوطه جریب موقعیت و حالا گل دوم، و گل دوم رو رحمان جعفری به ثمر میرسونه برای تیم تراکتور. خوشحالی نمی کنه جعفری. ببینید شما در نمای آهسته هاشم نژاد چیکار کرد، 3-4 مدافع شمس‌آذر رو جا گذاشت و در نهایت با پاس زیبا رحمان جعفری بود و دروازه خالی که موفق شد دروازه رو باز بکنه. بله، تراکتور در زمین شمس‌آذر این تیم رو 2-0 شکست داد. تراکتور هم جزء از همون تیماییه که چون خیلی ریشه داره، پرطرفدار. تراکتور بعد از استقلال و پرسپولیس سومین تیمیه که هر جایی از کشور میره برای برگزاری بازی طرفدار داره و خیلی خوبه که توی اوج خودش هستش و جزء مدعیا هستش. یعنی 2 امتیاز، حالا در انتهای برنامه جدول با هم دیگه بررسی میکنیم، 2 امتیاز اختلاف داره با پرسپولیس و خیلی جدول جذابیه. لیگ جذابی شده امسال.
اما رحمان جعفری بازیکنی که در نیم فصل اول بازیکن همین شمس‌آذر بودش، تو این بازی هم گل زد و هم پاس گل داد و الان تو فرم خیلی خوبی از خودش هستش. یک پیشنهاد هم از لیگ امارات داره. در یک روز قبل از عید یک روز قبل از عید بودش که این پیشنهاد به دست باشگاه تراکتور رسیده. بازی فولاد و استقلال خوزستان هم 0-0 برگزار شد. استقلال خوزستان بعد از اون تغییر تحولاتی که توی نیم فصل انجام داد و بازیکنهای خیلی خوبی که گرفت، یه ذره فاصلهش از منطقه خطر و سقوط بیشتر کرده، یه ذره اومده بالاتر، ولی فولاد حال روز خوبی نداره و احمد آل نعمه‌ای که در نیم فصل سرمربی این تیم شده بود در پایان این بازی از سمت خودش برکنار شد، ولی همچنان به عنوان مربی توی مجموعه فولاد مشغول فعالیت هستش و عبدالله ویسی سرمربی ناماشنای جنوبی ها سرمربی فولاد شده. اما بازی بعدی بازی هوادار و استقلال هستش، بازی که در ورزشگاه دستگردی برگزار شد و بریم بازی رو ما با هم دیگه ببینیم. من در خدمتتون هستم. به آخرین مسابقه فوتبال ایران تو لیگ برتر 23 در سال 1402 خوش اومدید. با سوت علی صفایی شروع شد تقابل تیم میزبان هوادار بنفش‌های فوتبال ایران در مقابل استقلالی‌ها. متی پور این بار کوتاه ضربش رو میزنه. ابوالفضل جلالی ارسال بلند، تیر دو، یه ضربه سر خطرناک و گل! چقدر سریع دروازه رو باز کردن آرمین سهرابیان. این یکی از سریع‌ترین گل‌های تاریخ لیگ برتر ما بود. حسن آیستن ببینیم ارسالی که توسط ابوالفضل جلالی رفت به تیر دو، این پرواز، این ضربه سر و رفت زیر تاق دروازه هوادار، جا خوش کرد، ضربه که زده شد. بازی میتونه جذابتر دنبال بشه در ادامه. سریع ترین گل این فصل و هفته 12 محمد امین کاظمیان برای آلومینیوم زده بود در ثانیه 57. صحنه حساسی میتونه باشه روی دروازه. این دروازه‌بان سید حسین حسینی شجاعیان، یه ارسال به محوطه جریمه، داسیلوا زودتر از همه بلند شده، ضربه سر رو زد، شلیک از راه دور و سید حسین حسینی مشکلی نداره برای مهار این توپ. وسط زمین تکل بلند از دو بازیکن که مالکیت توپ برای بازیکن هوادار حفظ شده. عبدالکریم اسلامی حرکتش پشت محوطه جریمه، پاس برای شجاعیان، داور آوانتاژ داده، یه پاس در آن موقعیت برای هوادار و توپی که خطرناک از کنار دروازه به بیرون رفت. داور اعتقاد داره که کورنر باید زده بشه. زننده ضربه کورنر خواهد بود شلوغی محوطه جریمه استقلال. سید محمد میر این بار توپش بلندتر میاد به مقابله دروازه، فرصت برای هوادار و ضربه که زده شد و عالی توپو برمیگردونه حسینی. این نفر ناراحت روی زمین هست، شجاعیان میزنه و یه بار دیگه سید حسین حسینی یه واکنش زیبا و تماشایی از خودش به نمایش گذاشت. یه بار دیگه با هم ببینیم کورنری که اومد روی دروازه، برگشت تو توسط مرادمند انجام شد. اسلامی ضربه‌اش رو زد از فاصله نزدیک، با پای خودش توپو برگردوند. حسینی که تو بازی با پرسپولیس هم یه بار با پا عکس العمل خوبی رو داشت، دو سه بازیکن هم رو خط خودشون رو پرتاب کردن که توپ اگه رد شد با اونها برخورد داشته باشه. و این هم ضربه پای چپ خطرناک داریوش شجاعیان میرفت که یه گل دیدنی رو به ثمر برسونه. شجاعیان که شیرجه بلند حسینی مانع از این اتفاق شد. کورنر برای هوادار رو میزنه، بازم کوتاه، یه بار دیگه استقلالی ها توپو برگشت میدن، بازم شجاعیان کوتاه میفرسته به مقابل دروازه، پاس رو به عقب، یه برخورد، داور فعلا بازی رو ادامه داده. شجاعیان بازم با پای چپ یه سانتر بر یه دروازه، صبحانه پسندیده، ضربه که زده شد حلقه محاصره داره تنگتر میشه و بازم ایستادگی مدافعین استقلال رو شاهد هستیم. میری عبور کرد، شجاعیان به قصد دروازه میزنه، حسینی توپو برگشت داد و در مرحله دوم هم توپ باز هم برمیگرده و هواداری ها نمیتونن از این توپشون هم استفاده بکنن. ترجیح داده که یه پرتاب بر این تیم اعلام بکنه. این همون صحنه قبلیه که سید حسین حسینی رو توپ اول مقدار متزلزل عمل کرد و میتونه توپو
راحت جمع بکنه. به هوادار هم باید به مسافه فولاد بره در اهواز یک شنبه 19 فروردین. ابوالفضل جلالی سمت چپ حرکت خوبی رو آغاز کرده، ضربش رو کم دقت میزنه که با اختلاف خیلی زیاد رافائل سیلوا هم جلو میاد. پرتاب انجام شد، یه ضربه سر، موقعیت هست برای استقلال. کارش سخت میشد برای علیرضا حقیقی و مدافعان هوادار. هنوز سوت در اختیارشه، مرتضی منصوری در مقابلشه، پیمان بابایی ضربش برخورد کرد به بازیکنای هوادار. زبیر نیک‌نفس برای صالح هردانی درون محوطه جریمه، از زاویه بسته توپو یه تیکه به بیرون فرستاد. استقلالی که احتمالاً آخرین بازی فصلش رو هم تو همین ورزشگاه مقابل پیکان انجام میده. پیمان بابایی درون محوطه جریمه، فرصت هست، یه ضربه از زاویه بسته و توپو میگیره علیرضا حقیقی. باز هم مثل ساله هردانی زاویه بسته رو انتخاب کرد، اما ضربش دقیق تر بود نسبت به هردانی و توپو دفع کرد علیرضا حقیقی. محمد عباسی، توپ در اختیار بازیکنان هوادار هست، دقایق پایانی دیدار، پاس رو به جلو، خود عباسی به دنبال توپ، توپ در جریان بازی باقی میمونه. روزبه چشمی هنوز توپ بیرون نرفته، تکل ابوالفضل جلالی، یرسال، موقعیت هست، یه ضربه سر و چه توپی رو در آورد سید حسین حسینی، بیرون میکشه. ارسال مرتضی منصوری، ضربه سری که زده شده به این شکل دروازه تیمش رو نجات داد سید حسین حسینی، ضربه سر یونس شاکری. همه نگاه ها به علی صفایی داور این دیداره که اینجا سوت پایان مسابقه رو به صدا در آورد. استقلال همون همیشگی یک هیچ، ولی این دفعه تنها فرقش اینه که ثانیه 44 گل زده، یعنی 90 دقیقه دروازه‌ش رو نگه بسته نگه داشته. هنره، واقعا هنره. یعنی من اگر رئیس جمهور این مملکت بودم جواد نگونام میکردم وزیر اقتصاد. تمام بردا یک هیچ اقتصادی، یک هیچ یک هیچ یک هیچ. ببینید استقلال اصلا قشنگ فوتبال بازی نمیکنه، ولی در انتهای فصل جامو به تیم قهرمان میدن، تیمی که بیشترین امتیاز داشته باشه و نه این تیمی که فوتبال قشنگی رو ارائه بده. 4 سال دیگه اصلا کسی یادش نمیادش که استقلال اینجوری بازی کرده، ولی 4 سال دیگه میگن آقا 1402-1403 فلان تیم قهرمان شده، همونجوری که الان راجب سال 98-97 یا هر سال دیگه میگن. یعنی تمام بازیکنهای تیم، حتی بلانکو داشت دفاع میکرد. مثلا باشگاه هوادار یه بیانیه داد با حالت کنایه که شاهد فوتبال نمایش یک طرفه 90 دقیقه منهای یک. یعنی اینا 90 دقیقه هوادار حمله کرده به غیر از دقیقه یک که استقلال گل زده. ولی خب با تمام این تفاصیل همچنان استقلال صدر جدول لیگ برتر هستش و نسبت به من احساس میکنم که نسبت به مهرهایی که داره کلن فوتبال جواد نکونام، چه زمانی که در فولاد بود چه نساجی بود، فوتبالی هستش که تدافعی بازی میکنه، ولی نه تا این حد. و تو همه بازیاش 0.5% امید گل خیلی پایینی داره استقلال، ولی همچنان داره یک هیچ بازی ها رو میبره. ما بریم با همدیگه، من قبل از اینکه بخوام، چون تیم ملی ما یه بازی داشته در مقابل ترکمنستان، علت اینکه ما برنامه این هفته اون اینقدر کوتاه آیتما شدش به خاطر اینکه میخواستیم به اون بازی هم بپردازیم، ولی قبل اینکه بخوایم به بازی تیم ملی بپردازیم، بریم ما با همدیگه جدول لیگ برتر رو ببینیم. بله، استقلال با 21 بازی 46 امتیاز، پرسپولیس 3 تا امتیاز کمتر، تراکتور یه بازی کمتر 38 امتیاز و سپاهان 2 بازی کمتر 37 امتیاز. یعنی اگه سپاهان 2 تا بازیشو ببره هم امتیاز
پرسپولیس میشه و تیمای بعدی هم ملوان و گلگوهر رو در انتهای جدول هم که میبینیم که صنعت نفت و نساجی و استقلال خوزستان و هوادار بقیه تیما هستن. اما بریم با هم دیگه آقای گل، تعداد آقای گل و کلینشیت رو ببینیم. اگر که من همکارانم، بله، این جدول بهترین گلزنا هستش. شهریار مقانلو با 10 گل، رضا اسدی 10 گل، هر دو از سپاهان، و رحمان جعفری بازیکنی که خدمتون عرض کردم با 9 گل از تراکتور سازی، رضا جعفری 7 گل ملوان، و شهاب زاهدی هم که در لیگ ما دیگه بازی نمی‌کنه. بیشترین کلینشیت همچنان در اختیار سید حسین حسینی، گلر استقلال. پور حمیدی از تراکتور با 1 کلینشیت کمتر، اخباری 10، بیرانوند 10، و کریستوفر کنت هم در رده پنجم جدول هستش. و ریکاردو آلوز همچنان با 8 پاس گل عنوان آقای پاس گل رو داره. دانیال اسماعیلی فر با 6، ابوالفضل رزاقپور و ابوالفضل جلالی هر دو با 5 امتیاز در رده های بعدی هستن. اما هفته گذشته بعد از اتمام این بازی، امیر قلعه‌نویی لیست بازیکن های تیم ملی رو اعلام کرد، لیستی که از قبل به ما قول جوانگرایی رو داده بود. جوانگرایی در این لیست یه ذره غیر منطقی بودش و علتش هم خدمتون عرض میکنم. من اگر همکارانم لیست رو به ما نشون بدن، من روی لیست به شما میگم. خب همونجوری که از قبل معلوم بود، سه تا گلر اصلی ما که در جام ملت ها بودن، بیرانوند، نیازمند و حسینی تو این لیست هستن. اما آرشا شکوری گلر تیم ملی نوجوانان ما که ذخیره تیم هوادار هستش و حتی 1 دقیقه هم در این فصل بازی نکرده. آرشا شکوری پسر هادی شکوری، بازیکن سابق استقلال و تیم ملیه، و حضورش تو این لیست بیشتر حالت شو داره که بگه آقا من دارم جوانگرایی میکنم. ابوالفضل جلالی بازیکن استقلال، میلاد محمدی شجاع، حسین گودرزی بازیکن شمس‌آذر قزوین، دفاع چپ شمس‌آذر قزوین، کنانی زادگان که خب دفاع وسط اصلی ما هستش، اما امین حزبابی مدافع چپ الصد قطر هستش که در جام ملت‌های آسیا اسمش نبود و شایعه‌ای میشد که میخواد تابعیت قطر رو بگیره، که خدا رو شکر این اتفاق نیفتاد و این جزء استعدادهای فوتبال ماست. یعنی آینده خط دفاعی ما همین آقای امین حزبابی هستش. رامین رضاییان که همیشه بوده، سامان فلا از پیکان، عزت اللهی، هردانی قربانی از سپاهان، امید نورافکن که مسئولیتش برطرف شده و هست، سامان قدوس، اللهیار صیادمنش، علی قلی‌زاده، مهدی لیموچی بازیکن آلومینیوم که فوروارد خیلی خوبی است، محبی، قائدی، طارمی، ترابی، جهانبخش، آقای پور فوروارد استقلال خوزستانی که امیر قلعه‌نویی میدونید یک عادت خیلی، یک حساسیت راجع به موهای بلنده که جواد آقای پور در روز اولی که رفتش قلعه‌نویی بهش گفت برو موهاتو کوتاه کن، و عکسی که ازش منتشر شد تمرین تیم ملی با موهای کوتاه‌تر بود. سردار آزمون، سعید سحرخیزان فوروارد گلگوهر، و محمد رضا آزادی فوروارد نساجی مازندران هستش. این لیست تیم ملی ما بوده و روزبه چشمی از استقلال جز کسایی بوده که خط خورده. روزبه چشمی، کریم انصاری‌فر، احسان حاج صفی جز بازیکنه بودن که بازیکنه اصلی بودن خط خوردن. راجب احسان حاج صفی، خب بله، کاپیتان تیم ملی 37 سالش، کریم انصاری‌فر هم به همین منوال، اما روزبه چشمی باش مصاحبه کردن. خب میدونی روزبه چشمی جز ارکان موفقیت استقلاله و بهترین بازیکن استقلال، جز بهترین بازیکن استقلال تو این فصله و 30 سالشه. باش مصاحبه کردن، گفت آقا به خدا من 30 سالمه، ولی هرچی سرمربی تیم ملی بگه ما تابع هستیم. و این نکته جالبی بودش که 30 سال حالا به نظر امیر قلعه‌نویی زیاده
ولی خب این تغییر تحولاتی که انجام داد، 3 سال اوریج سن تیم ملی ما اومد پایین. در مقدماتی جام جهانی ما ترکمنستان بازی کردیم، بریم بازی رو ببینیم، من بعدش در خدمتتون هستم. امیدواریم هرچه زودتر گل اول و بچه ها بزنند. برمیگرده مجددن اردانی، حرکت رو به جلو، یه گل تماشایی دیگه. کنانی زادگان عادت کرده به گلزنی روزها و محترمانه اینو در ورزشگاه به وجود بیاره. با هم ببینیم اونجا حزبابی هم حیا حاضر بود، کنانی نبود، حزبابی میتونست کار رو تمام بکنه. عالی بود حرکت، چند شوت دروازه‌بانی که روی شوت‌ها ایستادگی میکنه، اما روی ارسال از کناره ها و ضربه سر کنانی زادگان مغلوب میشه و حالا ما یکی تیش میرفتیم. سامان قدوس یه پاس تو در عالی میره اونجا، سردار آزمون گله دومو بزنه و عادت سردار آزمون تو این حرکت های تو آره به گله دوم میرسونه. یکی از کمک های تیم ملی، چه پاسی، به به دستمریزاد به این پاس و دیگه سردار آزمون مگه میتونه این توپ برو گل نکنه؟ مهاجمی که این روزها در تیم روم ایتالیا هم حالا و الان تیمش باید بیشتر دفاع بکنه، کمتر مورد استفاده قرار میگیره. خطرناک، چطوری گل نزد ولی زد، توپ اولو باید گل میکرد کنانی زادگان. حالا فیلم کدوم مهاجم رو داره میبینه؟ این بازی رو دارن تماشا میکنن. ببینیم اینجا جایگیریش خوب بود، توپ اول رو خوب نزد ولی دومه رو جبران کرد. حالا نشون میده که با بغل پا هم گل میزنه. تو بازی با قطر هم دوتا گل هم اونجا زد، آمارش خیلی خوب بوده. تارمی سمت راست بازی کنی که خیلی خوب فضا داره، اما برای محبی و گل چهارم رو میزنه محبی. پاس هوشمندانه مهدی تارمی که همه شاید فکر میکردن سمت راست توپو بده، اما سمت چپ رو انتخاب میکنه برای خلق موقعیت و گل چهارم. و باز هم حاضرین در ورزشگاه آزادی که یک گل دیگر رو نظارگر هستند. با طراحی حمله و گل اینکه صرفا بری تو دفاع و با یه زیر توپ زدن نتیجه بگیری دیگه مورد پسند هیچ کس نیست. خوب میبینه محبی رو، این ضربات هم خوب میزنه انصافا. برای نورافکن میاره بیرون، یه لحظه ناهمگی بین او صیاد منش، دوباره شوت و حالا گل. بالاخره مغلوب هم میشه روی ضربات از راه دوری با زمینی کنج دروازه نورافکن. تلاش بکنیم نقاط ضعفمون رو متوازانه بپذیریم، تلاش بکنیم برای برطرف کردن نقاط ضعفمون، دنبال بهانه جویی نباشیم. بله، تیم ملی ما در یک بازی یک طرفه با نتیجه 5-0 ترکمنستان رو شکست داد. امیر قلعه‌نویی در پایان بازی گفتش که مردم از تیم ملی راضی هستن که روز دوم عید اومدن تو ورزشگاه، و ورزشگاه نسبت به بازی ملی که خیلی حالا اهمیتی هم نداشته خوب استقبال کردن. و این بار خودشو با تیم ملی رو با رئال مادرید مقایسه کرده. خب روز دوم عید مردم تعطیلن، مسلما میرن ورزشگاه دیگه، چون مردم ما مردم فوتبال دوستی هستن. حالا این تعدادی که تو تهران بودن رفتن، ولی نکته که من، موضوعی که من میخوام راجعش باهاتون صحبت کنم اینه که تیم ملی ما جام جهانی 2026 رو پیش رو داره و این جام جهانی فرقش با جام جهانی دیگه اینه که از آسیا 10 تیم میره، ایران توش هست. خیلی باید ما بدشانس باشیم که، یعنی نمیشه نباشه ایران جز این 10 تا تیم،
جز سه تا تیم چهار تا تیم قدرت اوله، یعنی مطمئن تو این جام جهانی شاید تاجیکستان هم حضور پیدا کنه. تیم هایی که آرزوی جام جهانی رو داشتن، این جام جهانی بهترین فرصت براشون. ولی خب ما با یه تیم ملی روبرو هستیم که این تیم ملی ستاره هاش سناشون بالاست. اینی که ما الکی بخوایم یه لیست بازیکن های جوون بدیم و از اینا نخوایم استفاده کنیم، خب این خیلی بیشتر مردم و رسانه ها رو گول زدنه. یعنی من همون کاری که میخوام انجام بدم و انجام میدم، ولی الان بهترین فرصته که این نسل رو عوض کنیم. نه 100%شو نکنید. کنانی زادگان الان داره رو اصلا درسته بازیکنی که اصلا اخلاق نداره، با تماشاگر رو میگیره میزنه، نمیدونم اون فایل صوتیش در میره، ولی بازیکن خوبیه. درست الان تو بازی گذشته با تیم باشگاهیش دبل کرده، تو تیم ملی هم دبل کرده، تو کارهای دفاعی تو هر دوتا بازی بی‌نظیر بوده، تو بهترین نسخه خودشه کنانی زادگان. امین حزباوی رو بازی دادی بی‌نظیر، ولی برای بازیکنایی مثل صیاد منش الان بهترین وقتشه. خب شما یعنی واسه جام جهانی 2020 هم 26 هم بیرانوند رو می‌خوای ببری، اگر هر دروازه‌بانی که می‌خوای ببری از الان باید برنامه‌ریزی کنی، اگر هر فورواردی رو که میخوای ببری، چون تو این بازی هم که همونجور که دیدید سردار آزمون مصدوم شد، همسترینگش مشکل داشتش و 4 تا 6 هفته از میادین دوره. حالا سردار آزمون داره تو اروپا بازی میکنه، مهدی طارمی که اصلا تو شرایط خوبی نیستش، نه توی تیم ملی نه توی پورتو، در هر صورت مهدی طارمیه، یعنی اسمه. ولی حالا تو این بازی میتونستی از اول صیاد منش شاید دقیقه 60 چارهی جلوی جواد آقای پور رو بیاد، یعنی اون تعویضات، نه اینکه سردار آزمون در بیاره امید نورافکن. خب امید نورافکن چیشو میخواید تست کنی؟ بازیکنی که شما تو هر پست میتونی از اون استفاده کنی. بهترین زمان ممکنه برای اینه که ما خودمون رو واسه جام جهانی آماده کنیم. ما چه بخوایم چه نخوایم با این اوضاع مدیریت ما همینو داریم، یعنی ما نمیتونیم بریم واسه بازی‌های دوستانه با آرژانتین و انگلیس و برزیل و اینو بازی کنیم، این شانس وجود نداره. پس در نتیجه برای بازی‌های ملی هم، چون که شما روزانه با اون بازیکنان نیستی، هر هفته باشون بازی نمی‌کنی، اینجوری نیستش که شما بخوای بیای یک تاکتیک خیلی خاصی رو باشون پیش ببری. پس در نتیجه بهترین گزینه برای تیم ملی یک کسیه که مدیر خوبی باشه. امیر قلعه‌نویی مدیر خیلی خوبیه، یه سری قوانینی داره که حالا خیلی هم شاید من طرفدار هستم مثلا موکوتا کردنه، ولی همچین حالتی رو داره و الان بهترین تایمه که ما با همچین مدیری استعدادهایی که به هیچ کشوری به غیر از ژاپن و کره که اونا این استعداده رو ندارن، اونا استعدادهای معمولی رو انقدر روشون کار میکنن که بازیکنهای بی نظیری ازش در میان. این بازیکنهایی که ما داریم و بهترین فرصته که اینا که سنشون خیلی کمه تو تیم ملی هم الان هستن، فیکس بازیشون بده. شما میدونی ترکمنستان رو با آلومینیوم عراق هم بری ترکمنستان رو میبری. پس بهترین زمانه که امیر قلعه‌نویی همچین کاری رو کنه و امیدوارم که در این مسیر بهترین ها برای تیم ملی کشورم اتفاق بیفته. خیلی ممنون که ما رو نگاه کردید، امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشید و با هفته 22 لیگ برتر بعد از اون ما با برنامه فوتبال تو در خدمتتون هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.